حدود 2 سال و نیم بیش از 31 ماه هست که از روی کار اومدن دولت 13 دولت ابراهیم رئیسی میگذره. وضعیت اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم دچار مشکلات زیادیه. برای اولین بار هست که بعد از جنگ جهانی اقتصاد ما دچار تورم بالای 40% شده و 3 سال پیاپی هست که درگیر این مسئله هستیم، درگیر این مشکل هستیم و این برای اولین بار هست که در 70 الی 80 سال گذشته این اتفاق داره رخ میده. امروز ما میخوایم که در این مورد صحبت بکنیم و کارنامه اقتصادی دولت آقای ابراهیم رئیسی رو مورد بررسی قرار بدیم. امروز ما میزبان جناب آقای دکتر علی سعدوندی هستیم، دانش آموخته دانشگاه ویرجینیا تک و دانشگاه شریف، استاد دانشگاه استرالیای وولنگونگ و معاون سابق سیتی بانک دبی و همچنین اقتصاددان و مؤسسه کلینیک اقتصاد. آقای دکتر خیلی خوش اومدین به سیمرغ تی وی، در خدمت شما هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز این برنامه. از شما هم سپاسگزارم برای این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. سلامت باشین. آقای دکتر، همونطوری که توی مقدمه کوتاهی که عرض کردم، 31 ماه، بیش از 30 ماه، 31 ماه هستش که از آغاز به کار دولت آقای رئیسی میگذره. شما به طور کلی، حالا وارد جزئیات ماجرا هم خواهیم شد، به طور کلی کارنامه اقتصادی آقای رئیسی دولت 13 رو چطور ارزیابی میکنید؟ بله، در ارتباط با سوالی که شما مطرح فرمودید باید عرض کنم که برداشت شخصی بنده این بود که وقتی دولت جدید روی کار میاد، دولت 13، با توجه به شعارهایی که داده شد، با توجه به مخالفتهایی که با دولت گذشته و روند گذشته صورت گرفت، در این دولت شاهد تحولاتی خواهیم بود. این تحولات میتوانست مثبت باشه یا منفی باشه. روند اقتصاد ایران حداقل حدود 10 سال هست که در یک سرازیری قرار گرفته. مثلا نرخ تشکیل سرمایه، متاسفانه نرخ رشد تشکیل سرمایه منفی بوده و از حدود 4 سال پیش خالص تشکیل سرمایه منفی شد. یعنی استهلاک در کشور ایران بیشتر از مقدار سرمایه گذاری هست. من برداشتم این بود که اوغلای قوم به این نتیجه رسیدن که این روند باید تغییر کنه و برداشتم این بود که دولت آقای رئیسی بنا داره که روند گذشته رو تغییر بده. آنچه که اتفاق افتاد، دولت جناب آقای رئیسی آنچنان را آنچنانی تر کرده است. یعنی به طور مشخص سیاست هایی که مورد انتقاد بود در دولت های گذشته، به ویژه دولت های روحانی، در دولت آقای رئیسی با شدت بیشتر متاسفانه ادامه پیدا کرد و این شما میبینید که شرایط در اون سرازیری که وجود داشت الان سرازیری ادامه پیدا کرده. من نمودهای متعدد میتونم خدمت شما مثال بزنم، ولی بهترین مثال تورم هست. تورم چرا در کشورها به وجود میاد؟ تورم رو زمانی شما خواهید داشت که به عبارتی به دلایلی داره در واقع به یک نحوی خلق پول صورت میگیره، یعنی یک نوع دزدی از جیب تمامی مردم. این هست دلیل تورم. برخی ادعا میکنن تورم به دلیل کسری بودجه دولته، برخی ادعا میکنن تورم به دلیل ناترازی در نظام بانکیه، برخی ادعا میکنن که تورم به دلیل ناترازی فقط در بانکهای خصوصیه. هرچه که هست، واقعیت ملموس برای مردم این هست که قدرت خرید عامه مردم به شدت کاهش پیدا کرده. آقای دکتر، میخوام یه مقدار منسجم تر چون بشه بس، این خلق نقدینگی مگه به خاطر جبران کسری بودجه اتفاق نمیفته؟ خلق نقدینگی معمولا در دنیا تنها از کانال کسری بودجه ممکنه اتفاق بیفته. چرا؟ برای اینکه معمولا در سراسر دنیا، نه فقط در کشورهای پیشرفته، حتی در کشورهای در حال توسعه، نظام بانکی معمولا یک نظام بانکی خصوصی هست که نظارت جدی دولتی بر اون اعمال میشه. نظام بانکی ترادیشنال یا سنتی در ایران یک نظام بانکی دولتی بوده که کوچکترین نظارتی بر اون صورت نمی گرفته. بنابراین اصلا ساختار نظارتی در اقتصاد ایران متاسفانه اصلا وجود خارجی نداشته. بعدها که بانکهای خصوصی هم به وجود آمدن، هیچ گونه نظارتی بر آن بانکهای خصوصی هم صورت نمی گرفت. بنابراین شما می‌بینید یک سری خفت‌های بسیار بزرگی در دنیا، در کشور ما اصلا مباح و حتی مستحب شناخته میشه. مثلا بانکهای خصوصی در اختیار مالکان بانک خصوصی هستن.
به دوستان و آشنایان وام میدهند. در کجای دنیا چنین کاری چنین مسئله رو داریم؟ این در حالی که غیر قانونی هم هستش، یعنی بانک اجازه نداره به زیر مجموعه هاش وام بده. مثل اینکه قانون برای افراد عادی جامعه هست، مثل اینکه از یک سطحی شما مخصوصا سطح ثروتتون که بالاتر میره، همه با عقاید مختلف با همدیگه متحد میشن، با همدیگه همسو هستن و در قانون شکنی کسی در واقع حیایی در این زمینه نداره. پس بنابراین در ایران نه فقط کسری بودجه دولت موجب خلق پول و موجب افزایش نقدینگی و تورم شده، بلکه حتی ساختارهای انحصار خصوصی و انحصار در واقع نهادی و خصولتی هم متاسفانه باعث خلق نقدینگی شده است. یعنی به مراتب وضعیت بدتر از سایر کشورهای دنیاست متاسفانه. بله، چون به بحث تورم اشاره کردین، به خلق نقدینگی دوباره برمیگردیم. من یه سوالی در این مورد دارم که بسیار سوال مهمیه و این روزها هم داره مشکل ساز میشه در واقع در امر سیاست گذاری. آقای دکتر، دولت آقای رئیسی توی کمپین انتخاباتیش قول داد و این وعده رو داد که حالا با ادبیات خودش که تورم رو به نیم و بعد یک رقمی تبدیل میکنیم. اون موقع تورم حدود 30% بود. تورم به 45 و حتی نزدیک 50 هم رسید. امروز که داریم صحبت میکنیم اسفند 1402 هست و آماری که مرکز آمار منتشر کرد در بهمن 1402 تورم روی کانال 35% در حال نوسانه و وزیر اقتصاد دولت آقای خاندوزی از این به عنوان یک دستاورد یاد کرده. شما فکر میکنید که سیاست‌های دولت در حوزه پولی یا سیاست‌های در واقع دولت در زمینه مهار تورم آیا سیاست‌های درستی بوده یا نه؟ چون رسانه‌های حامی دولت همواره دارن این مسئله رو میگن که بله تورم بالاست، ولی اگه دولت آقای رئیسی نبود تورم الان 100% بود. همیشه همین ادعا رو میشه کرد، یعنی تورم 100% هم باشه میتونن بگن که اگه ما نبودیم 200% بود. شما سیاست های ضد تورمی یا سیاست های دولت و بانک مرکزی رو در زمینه مهار تورم چطور ارزیابی میکنید؟ بله، البته من آرزو داشتم که دولت آقای رئیسی در این زمینه موفق میشد، آرزو داشتم کشور ایران در این زمینه موفق میشد. اصلا من با دولت کاری ندارم به عنوان یک اقتصاددان مستقل، اما واقعیتی که اتفاق افتاد ما این شرمندگی است. یعنی سیاست هایی که سالیان سال در کشور ما شکست خورده و در سراسر دنیا هم شکست خورده، علارغم انتقاداتی که مسئولان همین دولت نسبت به دولت های گذشته داشتن، دقیقا همون سیاست ها به کار گرفته شده و از ابتدا مشخص بود با شکست سنگین مواجه خواهد شد. مثلا ما در دهه اول بعد از انقلاب در زمان جنگ سیاست های تعزیراتی و سیاست های تثبیت قیمتی رو اون زمان اجرا کردیم. البته اون سیاست ها نسبت به امروز به نظر من خیلی بهتر بوده. دلیلش هم این است که یک سیاست های سوسیالیستی منسجم بود، نه اینکه یک ترکیبی از سیاست های سوسیالیستی و سیاست های سرمایه خواری رفاقتی و رانجویی همزمان با همدیگه در کشور به اجرا در بیاد. دولت جناب آقای رئیسی منتقد دولت جناب آقای روحانی بود، ولی اون سیاست هایی که در دولت آقای روحانی در کنترل تورم شکست خورد متاسفانه در دولت آقای رئیسی هم ادامه پیدا کرده و اجرا شده. این باید اصلاح بشه، باید نگرش ها اصلاح بشه، متاسفانه تا امروز صورت نگرفته. حالا باز اگر به طور مشخص شما بپرسید من خدمتتون پاسخ خواهم داد که در چه زمینه‌های مشکل وجود داره. بله بله، فقط من برای اینکه روشن بشه عرض می‌کنم، احتمالاً منظورتون این نبود که سیاست‌های سوسیالیستی بهتره یا اینکه ارجحیت داره به سیاست‌های در واقع اقتصاد آزاد. من برداشتم انسجام منظورتون بود. بله، این سوسیالیسم و کمونیسم در سر سر دنیا شکست خورد. تنها جایی که در دنیا و معدود کشورهایی که در دنیا هنوز هوادار داره متأسفانه کشور ماست. سیاست‌هایی که شکست مفتزهانه خورده در دنیا. شما ببینید الان روسیه، بانک مرکزی روسیه خانم نابیولینا به عنوان کشوری که مهد سوسیالیست بوده، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، دقت می‌فهمید؟ ببینید اونها چگونه دارن عمل می‌کنن، چگونه دارن سیاست‌گذاری پولی رو انجام میدن، در کشور ما چگونه داره انجام میشه. من فقط یک مکتب اقتصادی رو می‌شناسم که از سوسیالیسم بیشتر ممکنه ریشه‌های جامعه رو از بین ببره و خشک کنه، و اون سرمایه‌خواری رفاقتیه. کشور دیگری در دنیا نمی‌شناسم که سرمایه‌خواری رفاقتی رو به طور کامل اجرا کرده باشه به جز کشور خودمون، که در واقع ما ملغمه‌ای از هر دو تا رو داریم. بله، ما از سیاست‌های سوسیالیستی
در ظاهر ممکنه برای عموم مردم تبلیغ کنیم، ولی در باطن به سمت رانت‌جویی گسترده و به سمت یک اقتصاد جزیره‌ای ملوک الطوایفی متاسفانه حرکت کردیم. آقای دکتر، این قرائت من ببینید درسته، این برداشت من از صحبت‌های شما، اگه اشتباهه اصلاح بفرمایید. ما حاکمیت ما رفته به سمت توزیع عمومی رانت، ولی این توزیع عمومی رانت داره به شکلی انجام میشه که عملاً به نفع یک، به قول معروف، یک ائتلاف مسلط شاید بشه گفت، داره به نفع اون تموم میشه. بله. این قرائت بنده درست از حرف بله. شما؟ بله، کاملاً اقتصاد رفاقتی رو به وجود آوردیم به اسم توزیع رانت عمومی. یک اصطلاح بسیار منفی در زبان اقتصاد، در زبان انگلیسی وجود داره به نام کرونی کپیتالیسم. بله. که ترجمه کرده بودن در ایران به نام سرمایه داری رفاقتی، و من اصلا توضیح دادم کپیتالیزم با کرونی کپیتالیزم کاملا متفاوته. کپیتالیزم در زبان انگلیسی یک واژه مثبته، مثل نوآوری، مثل کارآفرینی. دقت فرمودید، من ترجمه کردم به سرمایه زایی. شما سرمایه به وجود میاری، رفاه به وجود میاری. در زبان انگلیسی این مفهوم رو میده کپیتالیزم، ولی کرونی کپیتالیزم یک اصطلاح کاملا منفیه و در کشور ما کرونی کپیتالیسم متاسفانه جریان داره. برای همین شما میبینید که شخصیت‌های سکولار با مذهبی ترین و مقدس ترین افراد، اگر در سطح الیت جامعه از نظر اقتصادی باشن، منظورم افرادی هستن که از رانت برخوردارن، اینا با همدیگه ارتباط تنگاتنگ و اتحاد دارن به خاطر زینفعن. بله، زینفعان با همدیگه از نظر سیاسی ممکنه کاملا در تعارض با همدیگه باشن، ولی از نظر پیشبرد سیاست‌های اقتصادی که به ضرر 99% جامعه هست و به شدت به نفع 1% برتر جامعه است که معمولاً هم خانواده‌ها در خارج از کشور هستند، شما می‌بینید که در واقع این تقابل شکل گرفته و متأسفانه اون 99 نفر هوادار و دنبال‌رو اون 1% هستن که دارن منافع خودشون رو در واقع پیگیری میکنن در سیاست گذاری اقتصادی. بله، حالا برگردیم به دولت آقای رئیسی و وضعیت امروز اقتصاد ما. آقای دکتر، شما به خلق نقدینگی اشاره کردین. الان یک جریانی وجود داره که بسیار هم نفوذ داره در دولت و حتی مجلس که حالا اخیراً هم انتخاباتش برگزار شد و ترکیب خیلی خیلی رادیکال تری هم خواهد داشت مجلس 12. این جریان، حالا من نمیخوام خیلی مصداقی وارد داستان بشم، ولی این جریان داره یک ادعای عجیبی میکنه، میگه که نقدینگی در ایران بسیار پایینه، یعنی این 8000 میلیارد کمه و این که صنعت ما تکون نمیخوره دلیلش همینه و ما باید اینو با جی دی پیمون 1:1 بکنیم. اصطلاحاً 1:1 کم بکنیم، یعنی یه چیزی حدود 110% بیشتر از این چیزی که هست باشه، یعنی حدود 17-18 هزار میلیارد تومان نقدینگی. شما نظرتون راجع به این چیه و این اگه محقق بشه چه اتفاقی میفته؟ چون نشونه هایی از این رو، حالا شاید این اتفاق هیچ وقت نیفته در بانک مرکزی، ولی نشونه هایی از این رو داریم میبینیم که چنین انگیزه هایی داخل دولت و حتی بانک مرکزی وجود داره. ببینید، این همین سوالی که شما مطرح فرمودید، حکایت از ضعف اقتصاد، ضعف آموزش اقتصاد در میان عموم مردم هست. یعنی آموزش همگانی اقتصاد ضعیفه. بنابراین برخی از افراد که حالا به یک عبارتی، به یک دلائلی به قدرت میرسن، با نیت سوء یا با نیت خیر، من نمیتونم در مورد من بنده در موضعی نیستم که نیت خوانی کنم، ولی من میدونم که راه رسیدن به جهنم معمولا با نیت‌های خیر سنگ فرش میشه. من الان همین گزاره‌ای رو که شما فرمودید خدمتتون توضیح میدم. یک عبارت این است که صنعت در ایران ضعیف است. ببینید، اینکه صنعت در ایران ضعیف است نسبت به چه دارید میسنجید؟ شاید برخیش اصلا روند درستی بوده که باید جامعه شکل میگرفته و شکل نگرفته. برخی از افراد به دلیل انگاره‌های کمونیستی و سوسیالیستی که داشتن به صنعت نسبت به خدمات بیشتر ارج می‌نهند. در دنیا ما می‌دونیم صنعتی ترین کشور دنیا که شاید کشور آلمان باشه، 80% جی دی پی این کشور خدمات هست. یعنی اگر شما می‌خواید صنعت بالنده داشته باشید، اتفاقا باید خدمات گسترش پیدا کنه. خدمات منظور چیه؟
بازاریابی، مارکتینگ باید گسترش پیدا کنه، برندسازی باید گسترش پیدا کنه، خدمات مالی باید گسترش پیدا کنه تا صنعت بتونه بالنده بشه، طراحی صنعتی باید گسترش پیدا کنه. ببینید فقط اون دستگاه و اون کارگری که پشت دستگاه هست نیست که کل اقتصاد رو میسازه، بلکه آحاد جامعه باید به هم دیگه ساپورت کنن تا یک اقتصاد بالنده بشه، موفق بشه. پس یک دلیل این هست که ببینید رو صنعت داره تاکید میشه. یک نکته درستی در این قضیه، در این در واقع روایت شما وجود داره. اون نکته درست این هست که صنعت در کشور ما تضعیف شده در مقابل رقبای خارجی. دلیلش صنعت زدایی هست. دقت می‌فرمایید. یعنی چی صنعت زدایی؟ عرض می‌کنم خدمتتون. ببینید ما از ابتدای دهه 1150 تا امروز از درآمد نفتمون برای تخریب اقتصاد استفاده کردیم. بخشی از درآمد نفت به ذخایر خارجی بانک مرکزی افزوده شده و در مقابل این ذخایر خارجی نزد بانک مرکزی پول پرقدرت یا پای پولی چاپ شده. البته الان دیگه چاپ نمیکنن، تایپ میکنن. بله. یعنی انقدر ساده است شما تورم در کشور به وجود بیاری. به محض اینکه مهار وجود نداشته باشه، خیشتنبانی در عرصه سیاست گذاری پولی وجود نداشته باشه، شما میره به سمت ابر تورم. خیلی راحت ممکنه کشورها برن به سمت ابر تورم. و اتفاقا خیلی راحت هم میشه جلوی ابر تورم و جلوی تورم رو گرفت. خیلی راحت میشه ایران هم برسه به تورم زیر 5%. ولی متاسفانه نرفتیم به اون سمت. دقت میفرمایید. پس ببینید مسئله اساسی ما چه بود؟ اینکه سیاست گذاری پولی که در کشور اجرا شده در طی 50 سال گذشته از به بهانه درآمد نفت، به واسطه مازاد درآمد نفتی، ما به بانک مرکزی اجازه دادیم یا حتی فشار آوردیم به بانک مرکزی که پول پرقدرت چاپ کنه و تورم به وجود بیاره. وقتی تورم در کشور به وجود آمده، بانک مرکزی از طریق واردات سعی کرده این رو رفع کنه. یعنی اومده عرض حاصل از فروش نفت رو به بازار تزریق کرده. مثلا 500 دلار رانتی به مسافرها میداده، الان 1000 دلار رانتی به مسافرها داره میده. یک زمانهای 5000 دلار رانتی به مسافرها داده میشد. خب اینا میرفت خارج از کشور، یه سری نقاط خاص. دقیق میفرمایید مسافر ایرانی کجا میره؟ مسافر ایرانی ممکنه بره عراق، ممکنه بره سوریه، ممکنه بره دبی، ممکنه بره استانبول، اروپا، برخی از افراد قاره آمریکا خیلی به ندرت، تایلند. دقیق میفرمایید شما از اینجا دلار نفتی رو در اختیار مسافر قرار میدی و این وضعیتی است که در نهایت پیدا میکنه. یا شما اومدی سوبسید دادی به فرار سرمایه، از اون طرف باعث شده که واردات کالا افزایش پیدا کنه، به طوری بشود که امسال سال 1402 برخی از برآوردها میگه که دولت جناب آقای دکتر رئیسی عزیز یک چیزی حدود 20 میلیارد دلار فقط در سال 1402 کسری تراز تجاری پیدا کرده. و اصلا رقم فرار سرمایه و کسری حساب سرمایه کشور اصلا مشخص نیست. اینها وضعیتی است که هیچ وقت در تاریخ ایران سابقه نداشته، در زمان جنگ هم سابقه نداشته. ما داریم چه میکنیم؟ عرض کردم خدمتون آنچنان را آنچنانی تر داریم میکنیم. دقت فرمودید سیاست نادرستی که از ابتدای دهه 1150 شکل گرفته در جهت اینکه ما از ارز ملی، از ارز حاصل از فروش ثروت برای ایجاد تورم و برای بدر کردن تولید داخلی تحت عنوان صنعت زدایی شناخته میشه. صنعت زدایی یک واژه دیگر در علم اقتصاد داره، بیماری هلندی. در بیماری هلندی چه اتفاق میفته؟ شما سعی میکنی از طریق واردات تولید داخل رو به طور کامل از بین ببری. پس اون عبارتی که شما اونجا مطرح فرمودید که صنعت تضعیف شده، بله درسته صنعت تا حدی تضعیف شده. نکته دیگری در مورد این عبارت من میخوام خدمت شما عرض کنم. ببینید چگونه با افکار جامعه برای افرادی که نیت خیر دارن ولی آشنا نیستن چگونه بازی میشه. نکته دیگر این هست که تقریبا تمام صنایع کشور نیاز به نقدینگی دارن. شاید برای شما سوال باشه که چرا صنایع ایرانی اینقدر نقدینگی دوست هستن؟ وقتی بررسی میکنیم میبینیم سطح سرمایه در گردش شرکت‌های ایرانی در مقابل برخی از کشورهای صنعتی دنیا مثل ژاپن و آلمان بسیار بسیار بالاتره. چرا سرمایه در گردش در شرکت‌های صنعتی ایرانی بسیار بالاست؟ آیا اینها واقعا خیلی علاقه به تولید دارن بیشتر تولید میکنن؟ به این دلیله که سرمایه در گردش افزایش پیدا کرده؟ خیر، به دلیل اینکه محیط شما یک محیط تورمیه و تسهیلات رانتی که در اختیار صنعت قرار میدید یک تسهیلاتی است که نرخ بهرهش به شدت منفیه. بنابراین اخذ تسهیلات، نیاز به نقدینگی صنعت در ایران یک نیاز رانتی است.
مصداقی است از کرونی کپیتالیسم و سرمایه‌داری سرمایه‌خواری رفاقتی. این هم یک مصداق دیگر است. پس صنعت ایران وام میگیره که احتکار بکنه، که کالا بخره به عنوان موجودی انبار نگه داره بعدن گرونتر بفروشه. میبینید که هر وقت که نظارت بر صنعت خودروسازی کم میشه تولیدو کاهش میده. چرا داره تولیدو کاهش میده؟ انحصارگر باید تولیدو کاهش بده. بله. ما چه انتظار دیگری از انحصارگر داریم؟ اصلا اهرمی که دستش همینه. دقیقاً از کجا انحصارگر سود میکنه؟ از نوآوری که در ایران انحصارگر سود نمیکنه که. دقت میفرمایید؟ انحصارگر از کجا سود میکنه؟ از قدرت بازاری، از محدود کردن بازار هست که سود میکنه. برگردیم به اون جمله. پس چه شد؟ صنعت زدایی واقعا در ایران وجود داره. دلیلش احتکار هست. دلیلش محیط تورمی هست. دقیق میفرمایید. حالا ببینید فردی که مطلقاً آشنایی با علم اقتصاد نداره چه توصیه میکنه؟ اومده نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی ایران رو مقایسه کرده با ژاپن. بعد میگه شما چند برابر این نقدینگی میتونید باز نقدینگی ایجاد کنید، در اختیار جامعه قرار بدید. این فرد اطلاع نداره که اگر تو نقدینگیت الان نسبت نقدینگیت پایین‌تره و نرخ تورم به مراتب بالاتره، دلیلش این هست که سرعت گردش پول در کشور شما میتونه به شدت رشد کنه. یا تقاضای مبادلاتی پول پایین هست. تقاضای مبادلاتی پول یک مسئله بسیار مهم در سیاست گذاری پولی و در سیاست گذاری اقتصاد کلان هست. تقاضای مبادلاتی پول یعنی چی؟ یعنی مردم علاقه ای ندارن پول نقد نگه بدارن. حتی مردم علاقه ندارن پولها رو در بانک پارک کنن. علاقه مردم این است که اگر پولی به دست میارن، طلا بخرن، ارز بخرن، از کشور خارج کنن. دقیقاً می‌فرمایید. توی بازارها میچرخه این پول و سرعت گردش هم دقیقاً. دقیقاً. ما در یک قدمی ابر تورم هستیم و افرادی ادعا میکنن که نقدینگی عامل تورم نیست. چه چیزی عامل تورم هست؟ تخیلات و توهمات. وضعیت کشور فقط به یک مو بند است. دقیق میفرمایید. به شدت ما تضعیف شدیم. نکته ای که شما در ابتدای فرمایشاتون اشاره کردید، سه سال پشت سر هم تورم بالای 40%. تحقیقاتی نشون میده که وقتی که شما چند سال پشت سر هم تورم بالای 40% داشته باشید، به راحتی میتونید در گرداب ابر تورم غرق بشید. در آستانه ما در گردنه قرار داریم و احتمال سقوط ما به دره خیلی زیاده. در چنین شرایطی یک نهضت سیاسی و فکری در کشور به وجود میاد که تمام حقایق اقتصادی و تمام علم اقتصاد رو به تمسخر گرفته و داره برعکس وانمود میکنه. هر نکته‌ای که فرهیختگان اقتصادی روش اشاره کردن، این نهضت فکری داره معکوس جلوه میده. کدوم نهضت فکری آقای دکتر؟ نهضت فکری که اون جمله‌ای که شما فرمودید رو داره اشاره میکنه. یعنی نهضت فکری که داره ادعا میکنه که به عنوان مثال نقدینگی، سطح نقدینگی در کشور ما پایین هست و متاسفانه داره به لحاظ گفتمانی مسلط هم میشه در دولت و در حاکمیت کنه. دقیقاً همینطوره. چون که شما وقتی کشور به سمت فقر رفت، به سمت تورم افسار گسیخته رفت، واکنش جامعه یک واکنش انکاری است، یک واکنش سلبی است. میگه اینهایی که تا امروز سر کار بودن چه کار میکردن، در حالی که جامعه شاید نبینه که اونهایی که تا امروز سر کار بودن، اونهایی که توصیه های گذشته اقتصادی رو انجام دادن، بسیاری از افراد امروز همون توصیه ها رو با رنگ دیگری دارن مطرح میکنن. دقت میفرمایید. هدف این بوده که خلق نقدینگی صورت بگیره، در اختیار رفقا قرار بگیره و این رفقا از این خلق نقدینگی ثروتمند بشن و منابع رو از کشور خارج کنن. الان یک زمانی با ادعای سازندگی این کار انجام شده، یک زمانی با ادعاهای دیگری این کار انجام شده، امروز هم با ادعای اینکه صنعت نیاز داره و مقدار نقدینگی در کشور ما بنز کافی نیست، همین مسیر داره جلو میره. دقت میفرمایید. این طبقه 1% راندخار حتی حاضر نیست پول بنزینشو بده. به مراتب بالاتر از بقیه میاد و کسب ثروت میکنه، از رانت استفاده میکنه. این طبقه هست که ابزار تولید رو در اختیار داره، سرمایه رو در اختیار داره. من همین امروز صبح قبل از اینکه خدمت شما برسم در این مصاحبه شرکت کنم، دیدم یکی از این همین جریانی که شما فرمودید اومده اشاره کرده، میگه که ما اگر یارانه بسیار سنگین داریم روی انرژی در کشور میدیم، این 30% به مردم میرسه، 70% به بخش تولید اختصاص پیدا کرده. این فرد داره خودشو گول میزنه.
مالک اون بخش تولید کیه؟ مالک در واقع مصرف کنندگان حقوقی در اقتصاد چه کسانی هستند؟ سرمایه‌داران. شما تمام وقتی میگن که 10% اول 10% دهک دهم درآمدی مثلا 20 برابر دهک اول درآمدی دارن یارانه انرژی مصرف میکنن، من میگم به مراتب بالاتره. چرا؟ برای اینکه تمام یارانه‌ای که شما به صنعت میدی یا در اختیار انحصار دولتی قرار دادی یا در اختیار انحصار خصوصی قرار دادی یا در اختیار انحصار خصوصی قرار دادی. جالب برای من این است که ایدئولوژی اقتصادی این نهضت در گذشته من میدیدم که به شدت مخالف سرمایه‌داری، سرمایه‌خواری و بخش خصوصی و نهادها بوده و امروز به عنوان ایدئولوژی در واقع یک گروه انقلابی و ارزشی داره شناخته میشه. اینها تناقضات رو آدم میبینه و احساس میکنه که همه این دعوا به خاطر راندخواری است متاسفانه، برای جذب بیشتر رانت هست متاسفانه. از تایتانیکی که در حال غرق شدن هست افراد سعی میکنن که بیشتر بکنن و ببرن و با این شرایط نمیتونیم کشور رو اداره کنیم در آینده نزدیک. من امیدوارم که اوغلای قوم با هم متحد بشن، فکر کنن در جهت ارائه یک راهکار برای اقتصاد مظلوم ایران. تخصیص ارز ترجیحی در ایران عمری به درازای سربرآوردن تحریم‌های گوناگون از سوی غرب و جامعه جهانی دارد، اما بزرگترین و وسیع‌ترین دوره‌ای که منجر به تخصیص ارز با قیمت دولتی به واردکنندگان کالاهای اساسی مربوط به سال‌های پس از خروج ایالات متحده از برجام می‌شود. دوره‌ای که با اصرار حسن روحانی با وجود مخالفت مشاوران اقتصادی وی و حتی برخی از مقامات وقت بانک مرکزی، ارز معروف به 4200 تومانی در اختیار واردکنندگان قرار گرفت. اجرای این طرح که از همان ابتدا با مخالفت بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان مواجه بود تا اردیبهشت 1401 نیز ادامه داشت، تا اینکه با توجه به فشار سنگین تحریم‌های نفتی و عدم دسترسی دولت ابراهیم رئیسی به منابع ارزی بانک مرکزی مجبور به توقف تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات 4 قلم کالای اساسی شد. این اتفاق عملاً به معنای حذف ارز ترجیحی در اقتصاد ایران بود که البته در کوتاه مدت می توانست روند روبه رشد تورم را تشدید کند، اما به طور کلی می توانست باعث جلوگیری از هدررفت منابع ارزی کشور شود. ضمن اینکه پرداخت هر گونه ارز ترجیحی باعث گسترش فساد در بستر اقتصاد شده بود و توقف پرداخت آن می توانست اقدامی در راستای مبارزه با فساد از سوی دولت 13 تلقی شود. اما این وضعیت دیری نپایید و دولت و بانک مرکزی بعد از چند ماه بار دیگر ارز ترجیحی را، این بار با قیمت 28500 تومان احیا کردند. ارزی که با شروع به کار محمد رضا فرزین در بانک مرکزی به رسانه ها معرفی شد و تبدیل به نمادی از شروع دوره جدید در بانک مرکزی میداد. در واقع ابراهیم رئیسی که از فسادزا بودن ارز ترجیحی در دولت روحانی همواره شکایت میکرد، حالا نه تنها افزایش مقطعی قیمت کالاهای اساسی در بازار را به جان مردم و اقشار کم درآمد خریده بود، بلکه در مدت زمانی کوتاه بار دیگر ارز ترجیحی را احیا کرده بود. به عبارتی دولت 13 بازی دو سر باختی را آغاز کرده بود که تا به امروز نیز ادامه دارد. البته قیمت این ارز در مقاطع مختلف متفاوت بوده، اما نکته مهم اینجاست که شکاف قیمتی موجود بین بازار آزاد و بازار ارز دولتی زمینه را برای گسترش دامنه فساد در کشور فراهم کرده است. برای مثال پرونده چای دبش از جمله مواردی است که عمدتاً در دوران ریاست جمهوری رئیسی در جریان بوده و عملاً بانک مرکزی در حدود 2 اخیر بوده که بیش از 3 میلیارد دلار ارز در اختیار این شرکت قرار داده است. این در حالی است که چای در لیست کالاهای اساسی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شوند نبوده و تا به این لحظه توضیح دقیق و درستی از سوی دولت، قوه قضاییه و حتی بانک مرکزی نیز به رسانه‌ها و افکار عمومی ارائه نشده. آقای دکتر، یه تعبیر بسیار جالبی داشتین و البته دردناک هست. شما اقتصاد ایران رو تعبیر کردین به یک تایتانیک در حال غرق. واقعا چنین چیزی میبینید؟ بله، من عرض کردم خدمتون تجوهش‌های وجود داره، پژوهش‌های علمی وجود داره در مورد مصادیق ابر تورم در دنیا. چند سال پشت سر هم تورم بالای 40% ابر تورم ممکنه به انجامه و برای کنترل تورم، کنترل تورم کار سختی نیست، ولی اصولی داره که قطعا در امسال که سال کنترل تورم هست در ایران اجرا نشد توسط بانک مرکزی. اولین اصل این هست که تورم خونریزی داره و اگر خونریزی شدید بشه بیمار فوت میکنه.
این اولین اصلی است که در کتب اقتصادی، دو تا کتاب برتر اقتصاد جهان رو که بنده آخرین ویرایشش رو تدریس کردم در همین کشور به زبان فارسی، 3000 تا اسلاید بنده ترجمه کردم به خاطر اینکه می‌خواستم این علم رو انتقال بدم، در زمینه کنترل تورم به طور مشخص اشاره می‌کنه که کنترل تورم باید جامع باشه، باید همه مردم بپذیرن، باید سریع انجام بشه، وگرنه بیمار فوت می‌کنه، خونریزی زیاده، تحت عنوان ساکریفایس ریشیو شناخته میشه. من اول اینو دیدم، کتاب‌های ترجمه کردن یا افرادی ترجمه کردن به نام نسبت ایثار و دیدم این مفهومو منتقل نمی‌کنه. نسبت تلف شدگی یا نسبت خونریزی در اقتصاد، قربانی شدن، نسبتی که از تولید ناخالص ملی قربانی خواهد شد برای کنترل تورم که در نهایت ممکنه شکست بخوریم. مگر ما در سیاست‌های 93 تا 96 در کنترل تورم شکست نخوردیم؟ چرا باید مجدداً همون سیاست‌ها رو به عبارت دیگری به کار ببریم؟ اگر در اون زمان کل زنجیره خلق پول در کشور کنترل نشد و فقط به مسئله پای پولی توجه شد، امروز هم ما یک در واقع روایتی رو اومدیم نقل میکنیم که در هیچ جای دنیا سابقه نداشته، تحت عنوان کنترل ترازنامه بانک ها. و اینجا ما میخوایم نقدینگی رو کنترل بکنیم در حالی که رشد پای پولی بالا هست، در حالی که انتظارات تورمی بالا هست. شما قیمت ارز رو سرکوب میکنی برای خودی ها، قیمت ارز ارزان در اختیار خودی ها قرار میدی و میگی من ارز بازار آزاد قبول ندارم. یعنی میگی من با زندگی 99% مردم اصلا کاری ندارم، من ارزی که به اون یک درصد میدم برام مهمه، چون اونا خانواده هاشون با بچهای من در خارج از کشور در یک مدرسه، در یک دانشگاه هستن، با همدیگه بیزنس دارن خارج از کشور، من به 99% کاری ندارم. بله، مردم ما، ارزی که روی زندگی مردم ما تأثیر میذاره ارز بازار آزاده. من این ارز رو تحت عنوان ارز تلگرامی میشناسم و به رسمیت نمیشناسم، چون زندگی ما 1% با زندگی شما 99% تفاوت داره و جامعه میره به سمتی که حتی اون ارز بازار آزاد هم دیگه قبول نمیکنه، میره دنبال ارز مستتر در قیمت خودرو میگرده، میره دنبال ارز مستتر در سکه‌ای که خود بانک مرکزی داره میفروشه میگرده. دقت میفرمایید، انتظارات تورمی مردم داره تشدید میشه. آقایان به فکر منافع شخصی خودشون هستن، به فکر منافع خانوادگی خودشون هستن. وضعیت این تایتانیک خطرناکه جناب اینانلو، و متاسفانه افراد به فکر نیستن. بله آقای دکتر، به جای خیلی خوبی رسیدیم. اولا این سکه‌ای که میفرمایید خود بانک مرکزی داره با دلار حدوداً 40% گرونتر از همون نرخ تلگرامی داره میفروشه، در اختیار مردم قرار میده. حالا از این بگذریم، حدود 10 روز، 1 هفته پیش انتخابات مجلس تموم شد و قیمت دلار توی هولهوش 53000 تومان در نوسان بود و آقای فرزین هم اومد مصاحبه کرد، تریبونای دولتی صحبت کردن، گفتن که قیمت واقعی دلار حالا همینه توی بازار و اینها. 1 هفته از انتخابات گذشته و ما داریم میبینیم که دلار وارد کانال 60000 تومان شده و داره نوسان میکنه. خب این داره به ما یه چیزی میگه دیگه، بانک مرکزی یک پولی ریخته توی بازار. حالا من خیلی دارم عامیانه‌شو میگم، شما حالا با قرائت خودتون بفرمایید. بانک مرکزی یک پولی ریخته تو بازار، قیمت رو سرکوب بکنه، انتخابات بگذره و حالا این داستان تکراری که وجود داره. این سرمایه سوزی که به قول جنابالی از دهه 50 داره اتفاق میفته، ما ارز نفتی رو همین جوری داریم میریزیم تو بازار، در دولت آقای رئیسی هم اتفاق افتاد و تشدید هم شد و آقای فرزین که مدعی این بود که ما چنین کاری نخواهیم کرد، همون ابتدای راه اومد گفت همه دنیا، همه بانک‌های مرکزی هستن که میان این کارو میکنن، چین، برزیل، روسیه. البته که این ادعایشون ادعای درستی نیست و تردید روش وجود داره. شما نظرتون نسبت به این مسئله چیه و چه چشم‌اندازی برای بازار ارز می‌بینید؟ نمی‌خوام که وارد قیمت تعیین قیمت و پیش‌بینی بشیم، دارم میگم این سیاستی که وجود داره در بازار ارز و تقریبا هم در ادوار مختلف بوده با شدت و ضعف، اینو چطور می‌بینید و چه آینده‌ای برای بازار ارز می‌بینید؟ ببینید، در 20 سال گذشته 1500 میلیارد دلار درآمد ارزی این کشور داشته. در 20 سال گذشته 1500 میلیارد دلار. اگر ما می‌خواستیم از نظر زیرساخت‌ها به کشور اول دنیا برسیم، یعنی بهترین زیرساخت‌های تاریخ بشر رو در ایران به وجود بیاریم، من برداشتم اینه بالاتر از 500 میلیارد دلار احتیاج نداشتیم. یعنی 3 برابر بیشتر ما پول داشتیم. یعنی 3 برابر بیشتر پول داشتیم. ولی عزم ما این بوده که تک تک دلارهای حاصل از فروش ثروت در ایران به از کشور خارج بشه. عزم ما این بوده. رو این تأکید داشتیم
میگیم خوراک مرغ وارد بشه ولی خط آهن پرسرعت 1 کیلومتر هم ساخته نشه. حتی خط آهنی که 180 کیلومتر زیرسازیش در ابتدایی که راه آهن پرسرعت در دنیا مطرح شد، ما در واقع چینی‌ها حتی در کشور خودشون اون زمان انقدر توسعه نداده بودن. چینی‌ها خط آهن پرسرعت تهران اصفهان رو شروع کرده بودن، 180 کیلومتر زیرساختم آماده شده بود ولی متاسفانه متوقف شد. چه سالی آقای دکتر؟ 14 سال. الان امروز امسال 15مین سالی است که خط آهن پرسرعت تهران اصفهان به طور کامل متوقف شد. و شما اگر عرض حاصل از فروش ثروت رو شما اختصاص میدادید به این طرح، این طرح رو میتونه در عرض 2 سال افتتاح کنی، ولی بنا نداریم چنین کاری انجام بدیم. به محض اینکه میخواد کوچکترین زیرساختی در این کشور به وجود بیاد، مثلا ادعا میشه ما ساخت داخل میتونیم این کارو انجام بدیم، در حالی که این همه پروژه نیمه کاره در کشور مانده. شما اگر عزم داشتید این ارز حاصل از فروش ثروت رو برای ایجاد ثروت جدید در کشور هزینه میکردید، ولی متاسفانه این از وجود نداره. یک نکته باید خدمتتون عرض کنم، از نظر سیاست گذاری اقتصادی متاسفانه یک نوع اتحادی بین جناح‌های رقیب سیاسی در کشور وجود داره و حتی خارج از کشور. یعنی اگر شما ببینید اپوزیسیون هست، اپوزیسیون میگه کمونیسم کامل در کشور اجرا بشه، سوسیالیسم کامل در کشور اجرا بشه، این شده اپوزیسیون ما. وگرنه تمام گروه‌های سیاسی داخل کشور اندیشه‌های کرونی کپیتالیسم یا سرمایه‌خواری رفاقتی رو با اندیشه‌های کمونیستی و سوسیالیستی با هم تلفیق کردن و یک ملغمه شومی رو برای اقتصاد ایران ایجاد کردن. برای همین در همین انتخابات هم برداشت بنده این بود که باید الیت جامعه، الیت واقعی جامعه، یعنی روشنفکران واقعی، کسانی که دلسوز کشور هستن، حتی شده یک نماینده به مجلس بفرستن. شما دیدید آقای رشیدی کوچی در مجلس قبل حداقل در مورد رانت خودرو صحبت‌هایی رو داشتند، در موارد دیگر صحبت‌هایی داشتند. یک نماینده این 99% باید داشته باشه در مجلس که منافع این 1% رو در پیش بگیره. متاسفانه 99% بعضی وقتا می‌بینید که از نظر اقتصادی حتی یک سخنگو در مجلس ندارن. این برای خود حاکمیت بسیار خطرناکه. شما فکر نمی‌کنید چرا نباید 99% جامعه در مجلس سخنگو داشته باشن، 99% جامعه در دولت سخنگو داشته باشن، حتی در گروه‌های سیاسی سخنگو داشته باشن؟ این افتراقی که به وجود آمده، این تفرقی که به وجود آمده در جامعه، در نهایت به کجا خواهد رسید؟ عرض کردم 1% جامعه هستن، از همه مواهب برخوردارن، اینا با هم با هم دیگه رقابت هم دارن، رقابت درون گروهی. البته آقای دکتر، این که حتی یک نماینده هم که به این نحوی که با این مختصاتی که شما اشاره میکنین نداریم، مقصرش رو نمیتونیم مردم قطعا بدونیم. یعنی ممکنه که این سوء برداشت بشه، مقصر اصلا نمیخوام، بله بله، نه میگم این سوء برداشت ممکنه بشه که شاید انگشت اتهام رو بگیریم به سمت مردم که شما چرا رأی ندادین. نه، اینطور نیست. به هر حال بارها و بارها مردم یک راهی رو امتحان کردن و به نتیجه نرسیده. مگر ببخشید آقای اینانلو، بنده به عنوان فردی که 20 سال در این کشور زندگی نکردم، چند بارم اینو عرض کردم خدمت شما. ببینید در ایران مثلا حق رأی زنان با یک مصوبه خیلی راحت به زنان حق رأی داده شد. در ایالات متحده که امروز ادعا میکنه که ما حقوق زنان رو خیلی به رسمیت میشناسیم، 70 سال نهضتی که برای گرفتن حق رأی زنان فعالیت میکرد، 70 سال در یک روز خاص به هر حیله‌ای که بود، به هر روشی که بود، یک نماینده کنگره رو راضی کرد که بیانیه حق رأی زنان رو در کنگره بخونه. 70 سال طول کشید تا زنان حق رأی پیدا کنند. مگر ساده است جامعه؟ مگر به سادگی میتونه حقوق خودش رو دریافت کنه؟ از سال 1870 میلادی شروع شد جناب اینلاندو عزیز. طبیعی است که اگر 1% در واقع رانت، 1% که دسترسی به رانت ها دارن، و وقتی که از 1500 میلیارد دلار شما نمیبینید 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری کیفی در زیر ساخت های کشور صورت بگیره، طبیعی است که وقتی افرادی اینقدر احساس حق میکنن نسبت به سرمایه که 99% دیگه قطعا در اون حق دارند، طبیعی است که این رو فدا نکنند، طبیعی است که این رو ارائه ندن به 99% جامعه.
باید مبارزه کرد برای اینکه حقوق دریافت بشه. این مبارزه هم مبارزه این نیست که شما برید مثلا مبارزه خشونت آمیز داشته باشه. اصلا مبارزه خشونت آمیز در این موارد جواب نمیده. شما مبارزه سیاسی و حقوقی باید داشته باشی، باید تلاش خودت رو بکنی. عقب نشینی در این نوع مسائل بسیار خطرناکه. شما به محض اینکه حقوق خودت رو واگذار کردی، ممکنه تا دهه ها نتونی، نه خودت نه نسل های آینده خودت نمیتونن حقوق باز پس بگیرن. این 1500 میلیارد دلاری که به عبارتی از کشور خارج شده، الان رفته در شهرهای بزرگ دنیا سرمایه گذاری شده، ما چگونه ممکنه اینو برگردونیم؟ به هیچ وجه ممکن نیست. از این به بعد ممکن است مسیر رو تغییر بدیم، ولی قبلش که ممکن نیست که. پس یک مقدار جدیتر باید نسبت به سرنوشت این کشور تلاش کنیم. اون چیزی است که من نمیبینم. من نه در عامه مردم میبینم که جدی نسبت به سرنوشت کشور در واقع تلاش کنند، نه در روشنفکران میبینم که آنقدر که باید، نمیبینم که آنقدر که باید روشنفکران ما نسبت به سرنوشت کشور حساس باشن. توصیه میکنم همه حساسیتشون بالا ببرن. وضعیت میتونه خیلی خطرناک بشه. در مورد ابرتورم خدمت شما عرض کردم، در مورد فقر عرض نکردم که الان نسبت فقر رو شما افرادی که زیر خط فقر قرار دارن ببینید چقدر افزایش پیدا کرده. یک زمانی بعد از هدفمندی یارانه ها در زمان دولت مهرفرضی، آماری که میگرفتن این بود که تقریبا ما دیگه فقر غذایی در کشور نداریم. اما الان افرادی رو ما در کشور داریم که از نظر فقر غذایی در سطح غزه هستن. چرا باید این اتفاق بیفته در کشورمون؟ چرا باید اینقدر تغییر باشه؟ مگر همین دولت افرادی که هستن در دولت مهرورزی نبودن؟ چطور همون کسی که هدفمندی یارانه رو در دولت قبلی انجام داده در این دولت سکوت کرده، به طور مطلق سکوت میکنه و اقدام به رانت پاشی ارزی میکنه در کشور؟ اینها مایه تاسف برای کشور ما. چطور افراد توبه میکنن از مسیر صحیح و جذب اون در واقع روند مخربی میشن که در جهت فرار سرمایه در کشور داره تلاش میکنه؟ راجب فرق که اشاره کردین، اخیراً حدود چند 6-7 ماه پیش بود که یکی از اعضای مجمع تشخیص که یکی از مشاوران رأس حاکمیت هم هستن، آمار تکان دهنده‌ای دادن و گفتن که تخمینی که زده میشه حدود 20 میلیون نفر زیر خط فقرن، یعنی زیر خط فقر مطلق. بله همینطور. و بسیار بسیار نگران کننده است، یعنی حدوداً 25% جامعه. و حقیقتاً اون تعبیر تایتانی که شما خیلی خیلی تعبیر دقیقی بود آقای دکتر. اونقدر بحثا درین و عمیقه که ما هی از کارنامه دولت مجبور میشیم، یعنی ناگزیر یه مقداری فاصله میگیریم. ولی برگردیم یک مقداری دوباره به در واقع دولت های رئیسی. بله، بانک مرکزی روی کاغذ دولتی نیست، ولی عملا در واقع تبدیل شده به یک آبر بانک یا کارتخانه دولت آقای رئیسی، و دولت های قبلی هم همین طور بوده، ولی الان تشدید شده. آقای دکتر، این رانت تسهیلاتی که شما بهش اشاره فرمودید و در اختیار همون 1% یا اون زینفعان یا این که به قول معروف ائتلاف مسلط در اقتصاد قرار میگیره، از طریق شبکه بانکی اتفاق میفته. شما یک جایی به نرخ بهره اشاره فرمودید. این تسهیلات، این رانت تسهیلات زمانی مفهوم پیدا میکنه که نرخ بهره حقیقی منفیه. نرخ بهره هم مهمترین ابزار در اختیار بانک مرکزی در دنیاست. بانک های مرکزی مهمترین ابزارشون نرخ بهره است. تقریبا توی 50 سال اخیر مقطعی نبوده که بانک مرکزی تونسته باشه خودسرانه و مستقل بتونه که از این ابزار استفاده بکنه. خیلی ساده تر بخوام بگم، نرخ بهره تقریبا همیشه از نرخ تورم پایین تر بوده و نرخ بهره منفی بوده. این در این شرایطه که بدهکار بودن و مقروض بودن پردرآمدترین شغله، و خب اون 1% که دسترسی دارن به این تسهیلات میتونن که ازش استفاده بکنن. در دولت آقای رئیسی، در بانک مرکزی آقای فرزین و آقای صالح آبادی هم همین بود. این شکاف بین تورم و نرخ بهره عمیق‌تر شد. حالا اخیراً یک مقداری این فاصله کمتر شده، ولی این فاصله کماکان بسیار زیاده. یک طرحی هم آمدن و ارائه کردن، گواهی سپرده 30% و ما دیدیم که نتیجهش، و دوستانم گفتن که میخوایم تأثیر بگذاره روی بازار ارز، پول رو از بازار بکشه بیرون، همین باعث میشه قیمت بیاد پایین. خب الان دلار توی کانال 60
هزار تومنه و دیدیم که نتیجه نداشتین. شما راجع به این بحث و عمل کرده بانک مرکزی توی اون حدود 2-3 سال در رابطه با مسئله نرخ بهره که تأثیر مستقیم هم میتونه روی تورم داشته باشه، شما در این زمینه چطور ارزیابی میکنید؟ ببینید یک مسئله رو دقت کنید. جناح‌های مختلف سیاسی کشور معمولاً سیاست‌هایی که در جهت اتلاف منابع یا در جهت در واقع دریافت قدرت خرید عامه مردم هست. حالا قبلا بهش میگفتن دزدی، الان نمیتونیم، انقدر آزاد شده، مباح شده و مستحب شده دیگه شاید نتونیم از اون الفاظ استفاده کنیم. خیلی وقتا اینها رو به عنوان سیاست ضد تورمی معرفی میکنن. دزدی هیچ وقت امکان نداره دزدی ضد تورم باشه. ممکنه شما بگی خونساست که به ندرت اینطور هست، ولی در اغلب موارد اصلا تورم به دلیل این است که شما قدرت خرید عامه مردم رو میگیری، در اختیار سیر افراد خاص قرار میدی، اینها میل میفرمایند، این دلیل تورمه. خیلی راحت اگر من بخوام به زبان عامیانه صحبت کنم، علمیش هم همینه، دقت میفرمایید. شما باید جلوی دزدی رو بگیرید. شما میبینید به محض اینکه در جایی جلوی تضییع حقوق عامه گرفته میشه، شما میبینید یک نهضت شکل میگیره. مثال میذارم خدمت شما، ارز 4200 یک بخور به تمام معنا بوده. وقتی که بنا شد این ارز حذف بشه، اول به شدت مقابله شد، چون برخی از افراد ارز 4200 رو میگرفتن با قیمت 30 تومن میفروختن، نشت میکرد. این برخی افراد خیلی زیاد بودن، یعنی تعدادشون زیاد بود. اخیراً ما داریم میشنویم که تمام این مواهب، چه در بانک، چه در ارز، چه در مجوزها، تمام این مواهب در اختیار 1% جامعه قرار میگیره. خب این 1% کم، حدود 1 میلیون نفر. بله، 1 میلیون نفر به شدت منتفع میشن از سیاست های اقتصادی کشور و 85 میلیون نفر تا 90 میلیون نفر به شدت متضرر میشن، در حالی که به اسم حمایت از اون 85 میلیون نفر این سیاست و این سیاست غلطی بود که دولت های روحانی پایه گذاشت و در مواجهه با خروج ترامپ از برجام اومدن و این سیاست. حالا اون یه روایت خیلی عجیب و غریبی داره که ما احتمالاً یک مهمانی هم در این زمینه داشته باشیم که از مسئولان وقت بانک مرکزی خواهد بود. ولی دولت آقای رئیسی آمد و در اردیبهشت 401 گفت که ما این ارز رو حذف کردیم. چند ماه بعد یک روایت رو خدمت شما، بله. یک بازخوانی تاریخی داشته باشیم. بفهمید. اولاً که دولت آقای روحانی سیاست 4-5 دهه گذشته را ادامه داد و باز تشدید کرد. دقت می‌فرمایید در یک جلسه یکی از مخربترین تصمیم اقتصاد ایران گرفته میشه، در یک نشست و برخاست در ابتدای انقلاب ساختار شورای پول و اعتبار تغییر میکنه. زمام سیاست‌گذاری پولی که مسئول هست در مقابل مردم در اختیار دولت قرار میگیره. شورای پول اعتباری که باید نرخ بهره رو تعیین کنه. در اختیار دولت قرار میگیره. در اختیار دولت مردان قرار میگیره. ببینید معمولا تصمیماتی که به شدت به ضرر عامه مردم در ایران بوده، معمولا در یک جلسه، در یک نشست و برخاست متاسفانه تصویب شده و سالیان سال گریبان مردم رو گرفته. بله، دولت آقای رئیسی با 2 تا ادعا روی کار اومد. یعنی 2 تا ادعا رو مردم شنیدند. خود دولت برداشتش این هست که من مثلا در مورد مسکن تعهدی رو دادم، ولی آنچه مردم شنیدند 2 تا ادعا بود. یکی این که من 3 روزه بورس رو درست میکنم، دوم این که من ارز 4200 بخور 4200 رو حذف میکنم. به محض اینکه دولت مستقر شد، تصمیم به ادامه 4200 گرفتن. خیلی عجیبه، مثل مجلس انقلابی که قرار بود شفافیت رو ایجاد کنه، به محض اینکه مجلس انقلابی مستقر شد شفافیت فراموش شد. در دولت آقای رئیسی اتفاق میفته. آقای رئیسی شما تعهد دادی به مردم که ارز 4200 رو حذف کنی. وقتی کفگیر به دهگی خورد، وقتی مشخص شد که دیگه اون روند سابق نمیتونه ادامه پیدا کنه، چه کردیم؟ گفتیم ارز 4200 رو حذف میکنیم. اولا حذف نکردیم، مجددا ارز دارو رو با 4200 تخصیص دادیم. یه 3-4 ماهی حذف شد.
تنها توصیه که بنده داشتم در زمینه حذف ارز 4200 قبل از حذف ارز 4200 قبل از هر جراحی شما احتیاج داری بانک خون تأمین باشه. بیمار از کم خونی نمیره، فوت نکنه، از بین نره، کد نخوره. اقتصاد ایران کد خورد. تنها شرطی که برای حذف ارز 4200 داشتیم این بود که قبل از اینکه ارز 4200 جراحی اقتصادی انجام بدید شما باید سیاست انقباضی در پیش بگیرید، بانک خونت در بیمارستان تأمین باشه. دولت آقای رئیسی بلا فاصله بعد از حذف ارز 4200 به شدت شروع کرده پول چاپ کردن. تحت چیز؟ چه عنوانی؟ تحت این عنوان که صنعت احتیاج به سرمایه در گردش دارد. برای احتکار صنعت احتیاج به سرمایه در گردش دارد. جناب آقای رئیسی، شما مگر ریاست بانک ریاست قوه قضاییه رو به عهده نداشتید؟ شما مگر سالها در قوه قضاییه نبودید؟ تسهیل احتکار در کشور یک سیاست توسعه‌ای یا ضد توسعه‌ای؟ شما می‌بینید که حجم پول به شدت افزایش پیدا می‌کنه، هم حجم نقدینگی افزایش پیدا می‌کنه، هم تهدید می‌کنید سپرده‌ها شبه پول رو در نظام بانکی که بسیار خطرناک بود در ماه‌های بعد از شرایط شهریور و مهر 1401. متأسفانه شما می‌بینید که روند خروج شبه پول به سمت پول در نظام بانکی شکل میگیره. پس دو تا سیاست همزمان با حذف 4200 شکل میگیره. هر دو تا سیاست در جهت متاسفانه اتلاف حقوق عامه بوده، در جهت ایجاد تورم در جامعه بوده. من برداشتم این است که شاید از روی عمد بعد از حذف ارز 4200 تورم در جامعه ایجاد میشه. به بنده خورده گرفته میشه که تو گفتی حذف ارز 4200 نیم درصد تورم نداره. الانم میگم، الانم عرض میکنم خدمت شما، حذف دزدان در جامعه تورمزان نیست، ضد تورمی است. دزدو که از جامعه حذف کنی تورمت کاهش پیدا میکنه نه افزایش. آخه تورم اصلا یه پدیده پولی هست و حالا نمیدونم شما چقدر با این موافق هستین و نمیتونه ربطی به این ماجرا داشته باشه که از ارز ترجیحی بخواد تورم رو افزایش بده. ببینید واقعیت این است که تورم ارز 4200 به ظاهر تاثیرش کم شده. بلا فاصله شما شروع کردی به خلق پول بدون پشوانه. اینها واقعیتی است که در سال 1401 اتفاق افتاده، بلا فاصله همزمان، و این رو بهانه ای کردی که در انتهای 1401 در واقع دولت آقای رئیسی به تمام مردم ایران اعلام کرد که ما در حس ارز 4200 شکست خوردیم و مجددا بساط بخور بخور رو امروز در نرخ 28500 مجددا اجرا میکنیم. و در پرونده چای دبش دیدیم دیگه، چون چای دبش به این سالهای اخیر بسته بله، مربوطه. بله. از نظر سیاستگزار اقتصادی ما همه مردم برابر هستند، ولی برخی برابرتر هستند. در واقع کسی که صاحب کسب و کار چای دبش هست بیشتر حق داره از بیت المال نسبت به بقیه مردم. بیت المال ما همیشه خالی میشه، اما به یک سری افراد خیلی بیشتر میرسه تا بقیه. این مشکلات اساسی کشور ماست. باز تأکید میکنم قطع دست دزد تورمزا نیست، ضد تورمی است. هر نحوی شما باید دست دزد رو از بیت المال قطع بکنی، نه اینکه بساط سفره بیت المال رو برای دزدان پهن بکنی. ببین اینا با هم دیگه خیلی فرق داره. شما به ادعای کنترل تورم میایید یک مغازه کوچکی رو میاد جریمه میکنید، تعزیرات میکنید که چرا شما مثلا فلان کالا رو گران میفروشید، ولی از اون طرف اجازه میدید 3 میلیارد دلار در اختیار چای دبش قرار بگیره. یکی دو روز پیش آقای مخبر گفتن که با توجه به وضعیت معیشتی وخیمی که وجود داره، گفتن بازاریا شب عید به مردم رحم کنن. شما نظرتون راجع به این از نظرشون چیه؟ من موافقم، باید رحم نسبت به مردم صورت بگیره، ولی اولین کسی که باید به مردم مظلوم ایران رحم کنه بانک مرکزی است. اولین کسی که باید به مردم رحم کنه دولت مستقر هست. آخه به یک کاسب کار خورده بازار چه ربطی داره؟ اون داره با تورم داره کار میکنه. مردم مظلوم ایران، ببینید، اگر مستحق رحم هم هستند باید سردمداران دولت مردان باید رحم کنند که اینقدر با دست باز تورم در ایران ایجاد میکنند. شما ملاحظه بفرمایید در سال 1402، ابتدای سال 1402 گفته شد، ادعا شد که ما در نیمه اول 1402، یعنی تا مهر 1402،
مسئله بانک‌های ناتراز رو حل می‌کنیم. آمار 9 ماهه نظام بانک‌های تجاری کشور نشان میده آن بانک‌هایی که دسترسی جدی به منابع داشتن و دستبرد می‌زدند از طریق اضافه برداشت، دستبرد می‌زدند به خزانه بانک مرکزی، دقیقاً همان بانک‌ها تا 9 ماهه، 6 ماه اول قرار بود اصلا کلاً حل و فصل بشه، بیشترین وام‌های مرتبط رو دادند. میدونید یعنی چه وام مرتبط؟ یعنی بانک به دوست آشنای خودش وام میده، هیچ وقت هم پس نمیگیره. سر موعد، سر رسید وام که قرار میگیره، بلافاصله یک وام جدیدی معادل اصل و بهره یا سود وام قبلی، چون بر ادعای این هست که این وام ها اتفاقا از نظر اخلاقی و اسلامی هیچ مشکلی نداره، اصل و بهرهش رو دوباره در اختیار همون افراد مرتبط قرار میدن. من سوالم از ریاست بانک مرکزی اینه، من سوالم از وزیر امور اقتصادی و دارایی اینه، مگر ادعا نکردید در ابتدای در 6 ماه اول سال 1401 بانک‌های ناتراز رو اصلاح می‌کنید؟ فقط دو تا مؤسسه کوچک مالی اعتباری رو شما به یک عبارتی، اونم از باز از بیت المال تأمین شده، به یک عبارتی به اصطلاح خودتون حل و فصل کردید. بزرگترین ساختار تضییع حقوق عامه در کشور همین نظام بانکی است. کوچکترین تلاشی در جهت اینکه بانک باشد انجام نمی‌شود. آقای دکتر، حالا شما به اون دو تا مؤسسه کوچیک اشاره کردین، یکیشون فقط چون دیگه اعلام علنی شده، مؤسسه نور در زمان خودش معادل 2 میلیارد دلار به نقدینگی کشور اضافه کرده، یعنی باعث خلق نقدینگی شده. یه مؤسسه کوچیک، خب بانکی ما الان داریم که 5-6 سال پروندهش در جریانه و این بانک مؤسساتی ساخته، شرکت‌هایی ساخته سوری و زیرمجموعه خودش، و اون شرکت‌ها رفتن شرکت‌های دیگه ساختن و اینا اومدن وام گرفتن بالغ بر 60% تسهیلاتی که این بانک داده به شرکت‌های خودش بوده، به زیرمجموعه خودش بوده. ولی آقای فرزین واقعا جواب بده که این ادعایی که داشتون، ایشون این ادعا رو کرد دیگه، ایشون این ادعا رو کرد، دو تا مؤسسه رو منحل کردن، منحلم که نکردن، اون بارش افتاد روی بانک ملی در واقع. به هر حال اومدن و یه اقدامی کردن، ولی خب بقیهش چی؟ اون دو تا مؤسسه فقط زورشون رسید ظاهرا. ببینید ابتکاری که مجلس انقلابی و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی داشتن چه بوده؟ تازه بانک مرکزی که به شدت مخالف بود، حتی من اطلاع دارم معاونت بانکی وقت وزارت اقتصاد به شدت مخالف بوده. اسامی ابر بدهکاران بانکی که بالای 100 میلیارد دلار، نه ابر بدهکارانی که از طریق امهال و استمهال در واقع حساب‌هاشون جاری نشان داده میشه، اونهایی که نظام بانکی همکاری نکرده الان رفتن معوق شدن و افراد پولا رو گرفتن پس نمیدن، خیالشون در این کشور زندگی میکنن، برای خودشون قصرهایی دارن، برای خودشون متنعمند از نعمت‌های الهی در این کشور، صاحبان برندهای بزرگن که مردم میشناسن. بله بله، ولی وام رو پس نمیدن. بله، میتوانن پس ندهند. من برای من جالب بود، یکی از این چند تا از این ابربدهکاران رو بنده آشنایی داشتم، میدونستم اینا چه افرادی هستن، بعضیاشون چه ادعای حقوق مردم دارن. فردی رو شنیدم که در فضای سپهر سیاسی کشور شناخته میشه، از روزی که وام گرفته تا امروز در طی 20-30 سال گذشته یک ریال پس نداده. دقت بفرمایید. سوال من اینه، شما که شفافیت ایجاد کردید، اسامی ابر بدهکاران رو اون هم به طور ناقص منتشر کردید، حاضر نشدید کل ابر بدهکاران رو منتشر کنید، شما که این کار کردید، مجلس انقلابی که شما افتخار میکنید در این قضیه، چند درصد این ابر بدهکاران پولا رو برگردوندن؟ نتیجه چی شد؟ این شد شفافیت؟ شفافیت باید این باشه که وقتی اسامی رو اعلام کردی، بعد از 6 ماه بیا بگی که فلان فرد رو ما اموالش رو ضبط کردیم، یا دستگیرش کردیم، یا اشتباه کردیم، یا منابع جاری بوده الان داره باز پرداخت میکنه، اسامی منتشر میکنه. همین، شما در واقع این ابهبدکارا رو کردید تو چشم مردم، دارید به مردم فخر فروشی میکنید که ما از جیب شما پولت رو در میاریم، میذاریم در اختیار برخی از افراد، اینا پس نمیدن. این چه ساختاری ما در کشور ایجاد کردیم؟ بارها و بارها ادعای اصلاح نظام بودجه رو داشتیم، ادعای اصلاح نظام بانکی رو داشتیم، یک قدم جلو نمیریم.
مگر مدیران عالی بانک‌ها در دولت آقای رئیسی، من به جرئت خدمت شما عرض می‌کنم چون می‌شناسم، 90% مدیران عالی در نظام در دولت آقای رئیسی همان مدیران عالی دولت آقای روحانی هستند و آن 10% که به نظام بانکی تزریق شدن اتفاقا افرادی بودند که آشنایی با نظام بانکی ندارن، صلاحیت نداشتن و الان 10% تزریق شده به نظام بانکی. اون 10% هم که تزریق شده های دکتر به لحاظ گفتمانی به همون گفتمانی برمیگرده که میگه آقا خلق نقدینگی خیلی هم خوبه، بله؟ یعنی لازمه، بله؟ و اینجاست که ماجرا خیلی نگران کننده تر میشه. احسن پرشون آقای دکتر، بخوایم یواش یواش بریم به سمت یک جمع‌بندی. به هر حال همه چیز به تورم برمیگرده، به سیاست‌های پولی دولت و بانک مرکزی برمیگرده، ولی به لحاظ معیشتی خب وضعیت مردم اصلا مناسب نیست، اقشار مختلف تحت فشار سنگین و زیادی هستن و این با وجود این اتفاق افتاده که دولت آقای رئیسی فخر فروشی کرده، تفاخر کرده به اینکه میتونه نفت بفروشه، خیلی زیاد هم فروخته و خب ارزش کجا رفته. حالا مسئله اینه که ما یک سناریوی نگران کننده ای هم پیش رو داریم. انتخابات امریکا هست و احتمال داره که اتفاقاتی بیفته و ترامپ دوباره برگرده به کاخ سفید. خب ما میدونیم که بایدن بود که چشم پوشی کرد از خیلی از تحریم ها و در واقع زیر سیبیلی اصطلاحاً رد کرد و ما تونستیم یه مقداری نفت بفروشیم و پولش رو بیاریم در حدی که بتونیم به قول معروف تنفس رو ادامه بدیم. ولی اگر اون اتفاق، این سناریو اگر رخ بده که بعید هم نیست با توجه به شرایط سیاسی امریکا، شما چه آینده‌ای رو برای اقتصاد ما متصورید؟ برای معیشت مردم چه آینده‌ای متصورید؟ تا اینجا دولت نفت فروخته و وضعیت ما این بوده، عملکرد دولت این بوده. اگر بخوایم که ما یک سال آینده در پاییز و زمستان سال بعد ترامپ رو در کاخ سفید ببینیم، چه آینده‌ای برای اقتصاد ما متصورید؟ ببینید، به نکته خوبی اشاره کردید، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. ولی بپذیرید که کشور ما یک کشور ایزوله تنهایی هست، اولین کشوری که در دنیا به وجود آمد با 7000 سال سابقه تمدنی و هنوز پا برجاست، هنوز باقی است در منطقه‌ای که همیشه محل رفت و آمد بوده، محل آشوب بوده و ما پایدار باقی موندیم. ولی این دفعه من نگران هستم، نه فقط از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. ما باید آماده باشیم، باید مهیا باشیم، باید کشورمون رو سعی کنیم قوام پیدا کنه، ساخته بشه. الان به اون سمت حرکت نمی‌کنیم. دولت هیچ گونه تعهدی در جهت پایدارسازی اقتصاد نداره. اگر داشت باید اقدام به ساخت زیر ساخت میکرد. ما باید فداکاری کنیم. این همه ارزی که این سالها برای واردات خوراک دام دادیم، اگر که ما در جهت زیر ساخت ها استفاده میکردیم، الان وضعیت کاملا متفاوتی داشتیم. در چند ماه آینده چه میخوای بکنی؟ وقتی مصرف بنزین انقدر بالاست، مصرف برق انقدر بالاست، مصرف گاز انقدر بالاست، دیر یا زود حتی اگر ترامپ هم نیاد، ما با ناترازی‌های جدی مواجه خواهیم شد. آیا قوه عاقله‌ای در حاکمیت وجود داره که این معضلات رو ببینه و سعی کنه از طریق یک اتحاد ملی، از طریق یک آشتی ملی سعی کنه که موارد جدی بحرانزا در اقتصاد ایران رو حذف کنه؟ ببینید، ما متاسفانه در نظام بانکیمون بمب نقدینگی داریم. چه برنامه‌ای برای خنثی‌سازی این بمب داریم؟ مین‌های متعدد در اقتصاد کاشته شده. آیا در دولت جناب آقای رئیسی این مین‌ها خنثی شد یا نه؟ ادامه پیدا کرده. باید به این سوال پاسخ بدیم. وضعیت خوبی نیست، امیدوارم اصلاح بشه. شما ملاحظه فرمودید که جناب آقای رئیسی فقط یک بار با نخبگان اقتصادی ملاقات کردند. برید ببینید اسامی نخبگان اقتصادی رو چه کسی نوشته. من توصیه می‌کنم جناب آقای دکتر رئیسی، این افرادی که بساط مذاکره ایشون و دعوت از نخبگان رو داشتن، سعی کنند یک مقدار روش مداقه کنند. چه نوع ایده هایی به ایشون منتقل میشه؟ چه نوع اخباری داره به ایشون منتقل میشه؟ فکر نمی کنم به جای خوبی الان داریم میریم. امیدوارم تغییر مسیر صورت بگیره. آقای دکتر، ما داریم عملا برای بقا می جنگیم، مردم دارن برای بقا می جنگن. چشماندازی برای توسعه شما میبینید؟ امیدوار هستید که ما بریم به سمت توسعه اقتصادی و حالا
در پی اون توسعه همه جانبه و توسعه پایدار. چنین آینده‌ای رو می‌بینید برای کشور؟ ببینید، ما تنها کشوری هستیم که وارد پنجره جمعیتی شدیم و از پنجره جمعیتی استفاده نکردیم. بجز قبل از ایران، کشور ژاپن، کشور چین و کشور کره جنوبی وارد پنجره جمعیتی شدن و به نحو احسن از این فرصتی که پنجره جمعیتی در اختیارشون قرار داد استفاده کردن. ما هنوز پتانسیل‌های خیلی بالایی داریم. ما از نظر سرمایه طبیعی یکی از برترین کشورهای دنیا هستیم. ما اولین منابع هیدروکربنی دنیا رو داریم. میدونید که وقتی میخوان ثروت هیدروکربنی رو بسنجن، مجموع ذخایر گاز و نفت رو در نظر میگیرن. ما بالاترین ذخایر گاز و نفت در دنیا رو داریم، ولی وضعیت کشورمون ببینید اینطور هست که برداشت این هست که تا سال 1410 هر سال یک فاز پارس جنوبی از دست خواهد رفت. برداشت ما این هست که اگر همین وضعیت مصرف بنزین ادامه پیدا کنه، در چند سال آینده کل درآمد ارزی کشور رو باید صرف واردات بنزین بکنیم و همچنان حاضر نیستیم سیاست‌ها رو تغییر بدیم و همچنان در صدد انکار هستیم. همچنان داریم مشکلات رو به تعویق میندازیم تا وقتی که دیگه نتونیم رفعشون کنیم. احتیاج به عقلانیت هست در سیاست گذاری اقتصادی. احتیاج به افرادی هست که به دنبال توسعه باشن. شما در مورد بقا صحبت کردید. من بسیاری از مسئولان، چون 20 سال در ایران نبودم، در خارج از کشور بودم، خانواده بسیاری از مسئولان عزیز ایرانی رو میشناسم که در خارج از کشور به دنبال بقا هستن و اتفاقا اونها تونستن بقای خودشون رو حفظ کنن. ولی برای این 85 میلیونی که در این کشور سکن این کشور هستن، چه راه بقایی باقی گذاشتیم؟ به نظر من باید مبارزه کنیم، باید تلاش جدی انجام بدیم در جهت اینکه اقتصاد ایران رو مسیر توسعه برگردونیم. تا امروز این نبوده، متوقف شده. اگر چند بارم در دهه‌های گذشته روند صنعتی سازی در کشور شکل گرفته، متوقف شد با صنعت سوزی، با سرمایه سوزی، با صنعت زدایی، متاسفانه متوقف شد و این روند هنوز، روند مخرب هنوز ادامه داره. به توسعه امیدوار هستیم؟ چاره دیگری نداریم. به بقا چطور؟ یا باید توسعه پیدا کنیم یا کشور از بین خواهد رفت. به نظر بنده نظام سیاسی کشور پابرجا خواهد بود، ولی کشور از درون خورده خواهد شد. دقت می‌فرمایید، این اشتباهی است که خیلی از افراد دارن میکنه، چه درون حاکمیت چه خارج از حاکمیت. پس ببینید، پس ما باید بریم به سمتی که سعی کنیم تمامیت ارضی کشورمون رو حفظ کنیم. ما یک زمانی ملجأ امید سایر کشورها بودیم، سایر قومیت‌ها بودیم. ما بهترین روابط رو با اقلیت‌های قومی در طول تاریخ داشتیم. ما بهترین روابط رو با مثلا ارمنیان در طول تاریخ داشتیم. نباید این روابط خدشه‌دار بشه. ما باید سعی کنیم بریم به سمت اتحاد ملی و حتی اتحاد منطقه‌ای. ولی در این جهت حرکت نکردیم هنوز. اتفاقا یکی از نکات، اگر بخوام به یک نکته مثبت در دولت آقای رئیسی اشاره کنم، این بود که شعار اتحاد منطقه‌ای داده شد ولی در عمل متاسفانه انجام نشد. دکتر علی سعدبندی، خیلی ممنون که دعوت سیمرغ تی وی رو پذیرفتین. بسیار بسیار باعث خوشبختی بود برای بنده که با هم دیگه صحبت کردیم، مصاحبه کردیم. ما در سیمرغ یک دفتر یادبودی داریم که مهمانانمون به یادبود جملاتی رو نوشتن و ما اینو در واقع به یادگار نگه داشتیم. میخوام ازتون خواهش کنم که شما هم زحمت بفرمایید سلامت باشین. قربان شما. بله، از فرصتی که شما در اختیار بنده قرار دادید بسیار سپاسگزارم.